متشکرم، مرسی، خیلی ممنون، خیلی ممنون، مرسی، خیلی ممنون، متشکرم، خواهش می‌کنم، مرسی، خیلی ممنونم، خیلی ممنون از لطفتون، متشکرم، متشکرم. به نام خدا سلام عرض می‌کنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدین، خیلی خوش آمدین، خیلی خوش آمدین، متشکرم از لطفتون. موضوع امشب راجع به سن و ساله. به به، خانم ها الان گور گرفتن. و اتفاقا میخوام یه چیز برعکس بگم. حالا یکی از اعدادی که هیچ وقت نتونستیم باهاش کنار بیایم عدد سن و سالمونه. واقعا هم اینجوری نیست که فقط خانم ها درگیر این مسئله باشن، اتفاقا خیلی جاها آقایون کارشون خرابتره. من اداره بیمه بودم یه بار، یه آقایی که تقریبا میشه گفت در یک هشتم پایانی عمرش به سر میبرد داشت کنار من فرم پر میکرد. یه لحظه چشمم افتاد، دیدم تو قسمت سال تولدش نوشته چند میخوره به هم تو فرم. اساساً مبهمترین جملات تاریخ بشر در تاریخ به پرسش چند سالته بیان شده. میگه 32 رو تموم کردم رفتم تو 33. خب این یعنی 33 سالته دیگه، ولش کن 32 رو. یه جوری میگه 32 رو تموم کردم انگار که از مقطع دکترای دانشگاه هاروارد فارغ التحصیل شده. اگر کل 365 روز سال از روی سرویس فرنگی تکون نمیخوردیم هم با 32 رو تموم کرده بودی. با 3 متر عرض بهش میگی چند سالتونه شما؟ میگه 47 سال و 2 ماه. عزیزم اون مدل سن و سال که اعشار داره مال بچه زیر 3 ساله. ماهش رو میگن که ببینن هنوز باید قطره آهن بهش بدن یا نه. مال تو نیست، تو خودت تولید کننده میلگردی اصلا. قطره آهن مال اونه. خیلی ها تو این دو سه سال از من پرسیدن که چرا هرچی تولد تو دور همی برات میگیرن هشم 50 رو فوت میکنی هر سال. باید اینو بگم که پشت صحنه ما فقط یه شمع 5 داریم، یه شمع 0. یعنی تولد هر کی اینجا باشه مجبوریم همون 50 رو استفاده کنیم. بچه هایی که در گروه ما زیر 35 سالن اکثرا از ترس این شمعه اصلا روز تولدشون نمیان سر کار. حالا سپردم با مدیر تولید که یه ست کامل شمع بگیرن. گفت فعلا دست نگه داریم، شم داره میاد پایین، مثل اینکه سلطان شم رو گرفتن. نظرات شما رو بخونیم. سلطان شم مدیری نرو، تازه داره برنامه‌تون گرم میشه. چشم آقای مدیری، من نجارم، حاضرم بیام این صندلی مهمان رو براتون درست کنم. تفلکی ها مهمون ها دیسکاشون زده بیرون. اگه حس بدی بهتون دست داد شما باهاش دست ندین، خودش میره. خواهش میکنم تو برنامه‌تون شفاف سازی کنید که مادرها بفهمن وقتی ما یه لباس جدید میخریم معنیش نیست که قبلی رو میتونید قاب دستمال کنید. من خیلی با ازدواج اجباری موافقم، چون خیلی دوست دارم یکی بیاد منو به زور بگیره ببره. چند سال پیش مد شده بود اسم همه دخترها رو میذاشتن مهسا. یعنی بچه به دنیا میومد میپرسیدن بچه پسر یا مهسا. کاش شده بود هیچ 28 ساله‌ای بیکار و بی امید نمیمونه. به بعضیا باید گفت که تو امیرکبیر نیستی که تو همون بکشنت،
تابستونه، هر روز دوش بگیر. اخیراً توی مقاله خوندم که خانم‌ها به طور میانگین، یه بار دیگه بگم، توی مقاله علمی میخوندم که خانم‌ها به طور میانگین 5 سال از آقایون بیشتر عمر میکنن. تبریک عرض میکنم، ایشالله به خوشی. این یعنی میتونید 5 سال تمام تلویزیون خونه رو بذارید فقط رو آی فیلم، هی سریال پشت سریال ببینید، اصلا بذارید رو آی فیلم، کنترل رو سر زانوتون بزنید بشکنید، اصلا دیگه احتیاج به کنترل نداریم. 5 سال تمام هیچ دسته پلی‌استیشنی وسط سالن مشاهده نخواهید کرد. دیگه لازم نیست سیب زمینی سرخ کرده ها رو توی قابلمه دربسته بذارید پشت یخچال. دیگه مجبور نیستین 50 تا جمله عاشقانه بگین تا تهش آقاهای یکی از ابروهاشو بده بالا بگه منم همینطور. میتونید هر سال برای کولر خونه پوشال جدید بندازین. از همه مهمتر میتونید هر چند بار که دلتون میخواد برای پارک دوبل عقب جلو کنید. هیچکی نیست بغل گوشتون هی بگه بشکون بشکون دیگه، چرا نمیشکونی، چرا نمیشکونی، الان بشکون. ولی حواستون باشه که این 5 سال عین برق و باد میگذره ها. میخوام بگم وقت زیادی اصلا برای عزاداری کردن هم ندارین. چشم به هم بزنین میبینین اون دنیا نشستین کنارش باز داره میگه بشکون. بعد الان یه مدل عزاداری فست فودی هم مد شده، دیدین توش اصلا گریه‌زاری نداریم. خانم یه تور مشکی انداخته رو صورتش، خیره شده به یه گوشه، میگه چون شوک شدم اصلا نمیتونم گریه کنم، احتمالا هنوز داغم، نفهمیدم چی شده، حالا یه شمال با بچه ها برم، شاید تو دریا خنکشم، بغزم بترکه. خانم ها 5 سال بیشتر از ما عمر میکنید و 5 سال به خوشی انشالله. یه خانم، یه آقا، آقا بفرمین، خانم، خانم بفرمین. بله. خانم شغل شما چیه؟ خانه‌دار هستم. خانه‌دارین؟ بله. خیلی عالی. شما؟ دانشجو. چه رشته ای؟ حقوق. حقوق؟ بله. چقدر مونده؟ یک سال و نیم دیگه. یک سال و نیم دیگه وکیل میشین؟ نه. لیسانس میگیرین؟ بله. بعد اون وقت وکالت یه دوره‌ای داره بعدش که باید؟ بعدش دوباره امتحان داره. امتحان. بله. خیلی خوب. ایشالا موفق باشی. کدوم حیوانه که ریه نداره و هرگز نمیخوابه؟ متاسفانه. سوسک؟ مار. چرا فکر میکنی این سوسکه؟ خیلی حیوان ها میتونن این باشه. مورچه؟ مورچه. حیوانی که 4 معده داره خانم؟ زنبور. چرا؟ فکر میکنم یه بار شنیده بودم که 2 یا 3 معده داره. حالا خیلی اشتباهتون کوچیک بود، گاو. پایتخت کشور شیلی، معروفترین تاجر و جهانگرد ونزی که به ایران هم سفر کرد. ای وای، میگن واقعا آدم اینجا هول میشه. هول شدین یه جوری. مارکوپولو. مارکوپولو. داستان جوجه اردک زشت رو کی نوشت؟ کیه؟ خیلی سوال سخت میپرسن. این جوجه اردک زشت رو هممون خوندیم توی دوره ای، همه میدونن. فقط میخوندیم آقای مدیر. آه فقط میخوندیم. نویسنده شو اصلا کاری نداره. چی بپرسن؟ در چه زمینه ای مسلط ترین؟ در همین زمینه سن و سال. سن و سال؟ چند سالتونه؟
من 27 سالم ولی همیشه تو 25 گیر کردم دیگه، هر کی به من میگه چند سال. خیلی عمال. امروز هم تولد زنداداشمه. به به. 32 رفتن تو 33. به به، افتخار زنداداشتون. چه ماهی هستیم؟ تیر. ببینید همه رو دارید جواب میدید. حقوق چی بپرسم؟ بند 4 از ماده 21 قانون. نه چه جوری پس؟ میگه نه اینجوری. چه جوری؟ در حد 3 نون آقای مدیر. قتل درجه 3 کدومه؟ قتل درجه 3 نرسیده منوز بشه. یک میشه عمد، دو میشه شبه عمد، سه شعر برامون دارین از شاعری؟ من از وحشی بافی اگه اجازه بدین براتون بخونم. دوستان شرح پریشانی من گوش کنید، قصه بی سر و سامانی من گوش کنید، داستان غم پنهانی من گوش کنید، شرح این آتش جانسوز نگفتن تا کی، سوختم سوختم این راز نهفتن تا کی. روزگاری من و دل ساکن کویی بودیم، ساکن کوی بت عربده جویی بودیم، عقل و دین باخته دیوانه رویی بودیم، بسته یه سلسله یه سلسله مویی بودیم، کس در این سلسله غیر از من و دل بند نبود، یه گرفتار از این جمله که هستند نبود. خیلی هم زیبا بود. بله، بله. دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. کشتی نشستگانیم ای باد شورت برخیز، شاید که باز دیدیم دیدار آشنا را، شاید که باز بینی دیدار آشنا را. ده روز مهر افسون افسانه است و افسون، گیتی به جای یاران فرصت شما یارا. حفظ کردی قشنگ معلومه. برای دوره همی حفظ کردی. باد شورته یعنی چی؟ باد شورته برخیز. باد سرد؟ من بگم بادیه که مثلا بدون هیچ چیزی میوزه. باد شورته بادیست که بدون هیچ چیزی میوز، یعنی هیچ منبع، یعنی نه کولر نه پنکه، یعنی منبعش نه. شوخی میکنم؟ بله مسلمه حتما. خیلی هم عالی. کدوم بهتر بودن؟ آقا بهتر بودن؟ خانم بهتر بودن؟ بله، ولی خب با شما بیشتر بود رأی ها، ولی همه میگن فقط حقوق میخونی. هر دو چشم چشم چشم. مرسی. بدیمم بچه ها موزیکشون رو با قابلمه روحی شروع میکنن. بله قشنگ صدایه به خدا. نه چی، یه بار تو رو خدا همین اولش ببین. دقیقا اون پشت کاراشون هم میکنن، نیمرو درست میکنن. بچه ها بالاخره دوره همیم دیگه. بچه ها عشقن، عشق واقعا. خیلی توصیه میشه که عمر رو نباید هدر داد و باید برای زندگی برنامه داشت و از اینجور حرف ها. مهمترین ویژگی برنامه ریزی اینه که وجدان آدم راحت میشه. یعنی میگی اگه امروز هیچ کاری نکردم، عوضش نشستم برای 2 سال آیندم یه برنامه عالی ریختم. ما خودمون اینجا اول هر هفته میگیم که این هفته 7 قسمت ضبط میکنیم. یک شنبه که میشه میگیم حالا اگه 5 تا هم گرفتیم خب به حال عالیه. 3 شنبه میگیم خواه شلوغش نکنیم. استاندارد جهانی اینجور برنامه ها 2 تا در هفته است ضبطش. 4 شنبه میگیم که بچه ها بیاین 5 شنبه رو هم آف کنیم، بریم شنبه با انرژی کامل بیایم این هفته رو استراحت کنیم.
آره هفته دیگه قطعاً هفتا رو میگیریم، دستمونو میذاریم و قسم گروهی میخوریم و میریم خونه. یا مثلا اینهایی که برای سفر برنامه ریزی میکنن، معمولا توی هر فامیل یکی دوتا از اینهایی که عرض میکنم هست. از شیش بعد ظهر استرس میدن که بخوابیم صبحونه یه هتل رو ساعت ده جمع میکنن، پولش رو اتاقه، خواب بمونیم بدبختی ما. یه کاری میکنن تا صبح هزار بار کابوس ساعت ده و پنج دقیقه رو میبینیم که پنج دقیقه گذشته. برای ظهر هم باید برن بازدید از حمام قدیمی، اصلا چون برنامه ریزی شده دیگه، هزار نفر صف بستن که حمام آمیز جعفر زیرک رو تماشا کنن. بعد از دو ساعت میری تو، یه چوب نشونت میدن، میگن این آمیز چون دستش به وسط کمرش نمیرسیده با این میشسته. اصلا برای همین دوستان بهش میگفتن زیرک، تمیزترین وسط کمر منطقه رو داشته. اینا رو ما باید بریم ببینیم، این آثار. برنامه ریزی برای وسائل سفر که اصلا یه پروژه جداگان است. در صندوق رو باز میکنی، کوله پشتی تو بذاری، میبینی نصف صندوق نخ بخیه است. یعنی اگر تمام درزهای تمام شهر باز شه، باز نخ بخیه هست برای همه. نصف دیگه صندوق رو هم با دو تا لگن و پنج تا حوله پر کردن. میگه ببخشید ما زاو داریم؟ میگن نه، ولی شاید خوش گذشت بیشتر موندیم. مهمان داریم، چه مهمان عزیز درجه یکی، اصلا نیاز به معرفی ندارن، آقای مهدی فخیمزاده. خیلی خوش آمدین. خیلی خوش آمدین، افتخار دادین، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. اگر سلامی هست بفرمایید. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضار محترم، بینندگان عزیز. خیلی خوشحالم که در این برنامه هستم. ممنونم، لطف کردین، خیلی ممنونم. میدونم خیلی سخت جایی تشریف میبرین، خیلی سخت گفتگو میکنین، ولی افتخار دادن امروز در خدمتشون باشیم. آقای فخیمزاده بازیگر، کارگردان، فیلمنامه نویس، طراح صحنه و لباس، تهیه کننده، ورزشکار و و عرض میکنم دونه دونه. همه کاره و هیچ کاره. نه اختیار داری. و آقای فخیمزاده، من چون از نزدیک حضرت عالی رو میشناسم، میدونم که چقدر مهربان و خوشقلبین، اما تصویر بیرونی شما خیلی خشن و به نظر کسانی که دور از شما بودن، شما را از نزدیک نمی‌شناسن، بد اخلاق و سختگیر. آیا این در کار هست همین جوریه کاراتون؟ توی کار؟ بله. توی کار ببین یه سبکی دارم. ما دو دسته آدم تو کار داریم. بله. یه دسته کسایی که سرنوشت کار براشون مهمه. بله. هنرپیشه‌ها و با اونا هیچ وقت یادم نمیاد که مثلا با هنر پیشه داد زده باشم. و یه دستم داریم که اینا چیزن، کار سرنوشتش براشون مهم نیست. درست. یه حالت کارمندی و اینا دارن و سعی میکنن کار کمتر پول بیشتر. در نتیجه اونا رو گاهی وقتا مجبور میشم
یاد بزنم برای اینکه درست. چون خود میدونی که وقتی کار میکنیم اون تایم سینما یکی از کارهاییست که زمان خیلی براش مهمه. بله بله. مثلا 2-3 ماه فرق میکنه با 4 ماه 2 ماه فرق میکنه واسه ما. در نتیجه اینم بارش به دوش کارگردانه. در نتیجه وقتی که کارگردانم آره، ولی وقتی که بازی میکنم برای کسی اصلا صدام در نمیاد. از وقتی تهیه کننده خودتونین، سختگیرترین؟ تهیه کننده کردم نه، نه. تهیه کنندگی رو به اجبار گاهی در تلویزیون که به اجبار بوده، هر وقت که کردم در سینما از اول حساب چیزو میکنم، فرقی زیادی نمیکنه. یعنی کار کردن وقتی تهیه کننده میاد، چون بیشتر برام خود این که سرنوشت فیلم بله. چه خواهد شد یا سریال چه خواهد شد بیشتر مهمه. چه چیزی بیشتر از همه چیز عصبانیتون میکنه سر کار اگر از کسی ببینید؟ تأخیر و دیر آمدن. دیر آمدن پس هیچ وقت من نباید برای شما بازی کنم چون همشه دیر میرسم. خیار داری. نه، دیر آمدن، تأخیر، به خصوص اگر به یک روند تبدیل بشه و چیز میکنم. سر یکی از کارها دیدم هر روز کار تأخیر میاد. بعد اون روز من خودم مثلا 7:30 میرفتم، ولی گریم مثلا 5:30 میامد. 5 میامد که برای 7:30 آماده باشه. من 5:30 میرفتم. بعد دیدم که نیومد. بعد صبر کردم، وقتی اومد گفتم آقا کجا بودی؟ خب من عادت ندارم به کسی جواب بدم. بازیگر بود؟ آره. گفتم که خیلی خوب باشه. بعد شروع کردم به حساب کتاب که چند 3-4 روزم کار کرده بود. پلانا رو تو ذهنم آوردم که چقدر میکشه تکرار کنم. خلاصه دیدم که یه روزه میشه پلانهایی که از اون گرفتم و تکرار کنم. گفتم که نشسته بود زیر گریم. گفتم باز کن. پیشبند باز کن. برید شما بیشتری کنند. اونم به هوای اینکه 3-5 روز کار کردیم، ولی تکرار پلان‌های اون 1 روز کار بود. رفت تایی کنده زنگ زد، گفتم با این نمیشه کار کرد، تصفیهش کن. بعد اونم تصفیه کرد. من یه روزه از صبح شروع کردم تا شب پلان‌هایی که از اون گرفته بودم تکرار کردم. یعنی با تأخیر، چون اگر با یه نفر چشم به هم بذاری بله، بعد اونای دیگر رو اگر چیز کنی، بازخواست کنی، خب اونا میگن آقا چرا بود؟ یه چیزه، یعنی مصری، یعنی کرونا میمونه. درسته. یه نفر که تأخیر بکنه، بقیه هم همینطور تأخیر میکنن در نتیجه. حالا کسی رو زدین؟ اصلا. چون میدونید که آقای فخیم‌زاده دان 6 کاراته دارن. آقا دان 6 خیلیه. چه یعنی چند سال حرفه ای؟ 45 سال. 45 سال. آره البته این هر جو که این کاراتم یه وبال شده. ببین ما تو دانشکده که بودیم شمشیربازی داشتیم. شمشیربازی یه سرگرد ارتش می آمد. به هر حال همه اینا برای اینکه بدن هنر پیشه که بله بله. یک اصله. بعد وقتی من میت خوب تا وقتی بچه که ما دو تا برادر بزرگتر من بودن اونا ورزش میکردن. وقتی اومدم تو کار هنرپیشگی دیگه، تو کار نمایش دیگه چند سالی این ورزش تعطیل شد. بعد یه روز رفتم کاراته توی خیابون مطهری، یه آکادمی کاراته هست که اون وارسته بله. درس میداد. رفتم اونجا نشستم، دیدم اینا کاری که میکنن هم تنفس یوگا رو دارن، هم اون تمرکز شمشیربازی دارن. درست. رفتم هم استمشتم و شروع کردم. این شروع کردن همان و سالها طول کشید. بعدش خورد به انقلاب. بله. هر روز رفتیم باشگاه کار کردیم. و هر حال مشکی گرفتم، 64 مشکی گرفتم و همطور. و هیچ وقت مربی نبودیم؟ ببین چیز کاراته، وقتی میخوای مشکی بگیری باید
وقتی میری برای امتحان مشکی که سه تا استاد اعظمون بله. سلیمی نشسته بود بعد اتحاد و آریان خونا اعظم ها استادای اعظم نشستن بله. بعد تو باید کارت تدریست هم بذاری یعنی باید 80 ساعت یادم میاد 80 ساعت تدریس داشته باشیم در نتیجه اون دوره مجبور شدم که ولی خودم وقت فقط وقت بکنم تمرین میکنم اینجوری درس بدم خیلی عالی و خدمت شما عرض کنم که چه ماهی هستین متولد چه ماهی اون سالش که همون 32 33 سال 32 نه 32 سنم 32 آه 32 سالتون بله بله اینو که میدونم اینو که اصلا من میدونم چون الان داشته میگفتی شنیدم چه نه من ماهو ماه چیه 20 تیره نزدیکیم پس به تولدتون 20 تیر ماه و تیر ماهی ها خصوصیات خاصی دارن؟ نه والا من اعتقادی به این ندارم من اعتقادی به این خصوصیتی که برای ماه و سال و ایناس ندارید ندارم نه خیلی خوب از چه سالی وارد این حرفه شدید به طور حرفه‌ای در سینما؟ از سال 51 اولین کاری بود که بازی کردم بله بعد یواش یواش شناختم سینما رو بعد دستیاری کردم بعد سناریو نوشتم و میگن کی تو رو به امیر تیمور گفتن کی تو رو به اینجا رسون گفت جخت خودم حالا نه شما که یکی از درجه یکا این در تاریخ سینما و سریال سازیمون عرض کنم که شما در بازی خصوصیت خاصی دارین به خاطر جنس صداتون و به خاطر نوع بازیتون این کاملا آگاهانه بوده و شما این رو هی تشدید کردین و حفظ کردین؟ والا ما احتمالا تو هم فکر میکنم ما شاگرد استادی بودیم که چند سال پیش فوت کرد سمندریان بله روحش این خیلی اون کاراکتر سازی رو کاراکتر پرورش کاراکتر رو در به ما تعلیم میداد ولی من صدامو هیچ وقت تمرکزی روش نداشتم بله. اولین دفعه هم که یادم رفتم بالای صحنه یه صدای آداپته کرده بودم یعنی بله. ما معمولا صدای خودمون نیست صدای و استاد گفت تو چرا اینجوری حرف میزنی چه صدای ول کن ریت و صدای گلوت ول کن بعد ما کرد بعد خود دیگه اصلا هیچ نقشه هایی بازی میکردم تو تئاتر بعد اولین بار تو سینما شنیدم که بگن تو صدای خاصی داری بعد همینطور گوش میکردم صدای خاصی الانم نفهمیدم چه صدای خاصی دارم نه. آره نه صداتون خاص خودتونه به هر حال ولی به چیز نکردم یعنی به قصد و تمرکزی روش ندارم بله تو این دوران قرنطینه منزل تشریف داشتیم؟ بله و چجوری میگذشت؟ چطور میگذروندین؟ درست ببین ما میران جان تو هم همین خودت هم این وضعیت داریم ما مثل برزگر ها میبینیم کاشت و داشت و برداشت بله. ما اون دورهی که به نظر میاد بیکاریم اونطوره شدیه چلوخترین وضعیه بله. در حال نوشتنیم تا نوشتهی نباشه نمیشه به کار تبدیل بشه بله. و کار رو شروع کنیم در نتیجه یه همچین وضعیت هایی من خیلی داشتم مثلا درست. وقتی که 8 ماه مثلا سر ولایت عشق خودمون تو خونه حبس کرده بودم که بنویسین من یک کاری هم کرده بودم برای این که چیز کنم نصف ریشم رو میزدم نصف ریش بلند شده بود که نه حواس نکنم برای بیرون نتونید بیرم نره اگر خواستم برم بیرون باید این نصف ریشو بزنم در نتیجه تا بیخوام عقلم بیاد سر جاش و یعنی اون شرایطم شرایط کسی که با نوشتن سر کار داره میخونیم آدم هایی که خیلی ربطی گنده هایی که میخونیم اونا هم اگر نتونن تنها بشینن بله اصلا چیزی نوشته نمیشه درست. چون نویسندگی با تنها نوشتن و تنها نشستن درست نطفش زده میشه
در نتیجه با این وضعیت رو عادت داشتم. هر وقت که دارم چیزی می‌نویسم این دورم یه خورده چند روزی چیز کردم دیدم سخت می‌گذره، یه سوژه پیدا کردم شروع کردم بنوشتم. بله. و اون کار تاریخی که شما ساختین همین ولایت عشق، کارهای تاریخی خیلی کارهای سنگین و سختی‌اند، واقعا آدم رو پیر می‌کنن. یعنی با این میزان هنرور توی صحنه، با این دکورها، با این لباسها، با این تعداد کثیر بازیگر، و خیلی باید دوست داشته باشید این نوع کار رو که بتونید تحمل کنید دیگه. بعد زمان طولانی هم داره، هر کسی نمیتونه این کار رو کنید. دو ماه فیلم سینمایی نیست، برای یه دفعه دو سال سه سال کار دیگه. مثلا به ولایت عشق دو سال و نیم طول کشید فقط فیلم برداریش. بله. پنج سال یک سال مینوشتم، دو سال و نیم بگویی که بچه به یک سال پشتش پروداکشنش کار. یعنی کاری که تو باید، کاری که باید علاقه دار باشه دیگه، باید خسته نشه آدم. بله میدونم خیلی سخته. و سال 97 یک تصادفی داشتین که خدا شما رو دوباره به ما داد. واقعا خیلی خیلی عجیب و خیلی شدید و اینها بود. و بگید برامون چی شد؟ والا ببین، من یه فیلمی داشتم میساختم سینمایی، بعد از مدت ها اومدم، بعد کار کردیم، دو روز آخرش مونده بود، یعنی دو روز کار مونده بود. لبه دریا تو ساری، لبه دریا وسط دوتا اتوبوس میلیس چیده بودیم، غذا خوردیم. بعد یه دیدم الان مثلا یک و دو یه صحنه میتونیم بگیریم که تا مثلا خورشید غروب کنه و بشه با پنج. به مدیر تولید گفتم بریم همین دوره ور ببینیم چند تا پلان میشه گرفت، به جا رو پیدا کنیم. اون رفت طرف ماشین، گفتم که نمیخواد، با همین موتور تو بردار، من میشینم پشتت بریم. نشستم پشت این موتور رفتیم. خیلی هم فاصله نبود از اون جایی که اسکان کرده بودیم. رفتیم به جا نگاه کردم، یه جا گفتم اینجا رو بس بایسا، اینجا بایسا، دور بزن اون ور خیابون. دور زدیم اون ور رو نگاه کردیم، همین من نگاه میکردم گفتم میتونیم اونجا رو اجازه بگیری؟ بعد دیگه یه بود، حالا بعدا اینا دیگه من دیگه چیزی نفهمیدم، ولی اینا اقبالش یه موتور از توی خونه اومده بیرون و زده به پهلو، اونجایی که معلومه زده به همون جایی که من نشسته بودم از پهلو. بله. بعد این پا به عقب موتور چرخیده منو مثلا 15 متر پرتاب کرد. این یعنی هیچ، یعنی تصادف با ماشین و در حرکت و اینا که بعدن خیلی از این چیزا گفتن نبوده. ما وایساده بودیم، من توش میگفتم اون آخرین چیزی که یادمه، گفتم ببین اونجا رو میتونی اجازه بگیری؟ بعد دیگه کات، 8 روز بعد تو بیمارستان ایران مهر. 8 روز بیهوش بودیم؟ 8 روز بیهوش بودم. حالا یه دکتر خیلی خوبی، دکتر عطایی، که خیلی ما رسیدگی کرد و اینا. و تاثیرات بعدی هم داشت؟ نه، ببین 8 روز اول این اتفاق افتاد. من پوشدم را افتادم، یعنی آخرش روز آخری که چشم با کردم اونو، بعد گفت میتونی سرت تلتو بتکون بدی؟ گفتم آره. گفت میتونی بشینی؟ گفتم آره. گفت نشستم. گفت میتونی اتاق بیای پایین؟ گفتم آره، اتاق منم پایین. حالا چیکار کنم؟ گفت برو. گفتم خب لباسمو بدیم برم. و خلاصه بعد اومدم لباسمو گرفتم و اومدم، تازه فهمیدم چی شده. یعنی تا موقعم بعد اومدم رفتم سر فیلم برداری، رفتم اون دو روز رو گرفتم، چون میدونی که خودت بهتری میدونی که اگر وقفه بیش از این بیفته، 10-15 روز بیفته، بچه ها میرن سر کار و جمع کردن گروه کار آسون نیست. من بلافاصله برگشتم همونجا و ادامه دادیم، ساری بود، ادامه دادیم و فیلمو تموم کردم. بعد که فیلمو تموم کردم اومدم دیدم که یه مقدار اختلالات دارم، یعنی از اینجا که
اسمس نمیتونستم بدم، خواستم اسمس بدم، قاطی میکردم گروف رو. برگشتم بشه دکتر عطایی، همون کسی که تا اون موقع عملم نکرده بود. گفتم یه همچین اتفاقی افتاده. اون گفت باید یه امرای بگیریم. همیشه ما چل روز پنجاه روز بعد از بله. دوباره امرای گرفت و بعد گفت باید عمل کنم. بعد دوباره ده روزم اینجوری، یعنی دو مرحله بود. دفعه دوم ده روز بعد از در واقع اول مغز انجام شد. بله. یعنی خون کشه، خونایی که لخته شده بود. لخته شده بود کشید بیرون. بله. خیلی دکتر بله. عطایی خیلی دکتر خوبی. خدا رو شکر که به هر حال به خیر گذشت، با اینکه خیلی سختی کشیدید میدونم، ولی خدا رو شکر. قبل از اینکه کرونا شروع شه مشغول کاری بودین؟ یعنی الان مشغول پروژه‌ای هستین در سینما یا تلویزیون؟ یه کاری است که آقای جواد رضویان سیامک انصاری. بله بله خوندم که شما آره. بازی میکنم. من تو اون بازی میکنم، البته هنوز جلوی دوربین نرفتم. بله. به خاطر اینکه یه لوکیشن قرار بود بریم، به خاطر همین کرونا صابخونه نداده. عجب. گفته دیگه این رفته اومد خطرناکه. خلاصه اون کاره است که وای وای، یه کاری که دارم مینویسم. مینویسید؟ بله. برای سینما یا سریال؟ سریال احتمالا نمایش خانگی. بسیار عالی. و خیلی اسم شما در واقع در میان مردم بیشتر این رو تداعی میکنه که شما سریال های پلیسی، حالا علاوه بر کارهای تاریخی، یه علاقه به کارهای پلیسی دارید. این از کجا میاد؟ به خاطر اکشن ماجرا یا هیجان ماجرا است، یا اینکه لزومش رو حس میکنید؟ ما این کار میکنیم، مثلا فرض کن من قبل از اینکه کارهای تاریخی بکنم خیلی کار مثلا خواستگاری، همسر، کاره بله، کاره اجتماعی و خانوادگی خانواده میکردم. بعد که رفتم سر کار تاریخی میگفتن خانواده ساز، مثلا ملودرام ساز چیکار به کار تاریخی داره؟ درست. بعد که اومدم سر پلیسی میگفتن پلیس تاریخی ساز چیکار به کار تاریخی داره؟ این حرفا هست همیشه. ما رو خیلی سریع قالب بندی میکنم. ولی کار پلیسی رو اولین بار هم همین آقای قالیباف که الان اون موقع چیز بود، رئیس نیرو انتظامی بود. ما رو صدا کرد، گفت میخوام یه کار پلیسی بکنی. تازه به پلیس بود. گفتم من کار سفارشی بلد نیستم آقای سردار. گفت نه، مردم تصوری که از ما پلیس دارن اینی که ما همون آجانای 50 سال پیشیم، خلافکارامون هم همون آفتاب دوزای 50 سال. تو یه کاری کن که این پلیس مدرن رو. گفتم خب حالا این یه چیزی. وقتی از دفترش اومدم بیرون تازه فکر کردم پلیس چیه؟ دیدم خود منم نمیدونم پلیس چیه، چون از نظر ما کاری به کلانتری، آدم معمولا به کلانتری نمیریم که. اگر مثلا پاسپورت بخوای بگیری میریم کلانتری. آخرین باری که مثلا تو کلانتری یافتی کی بوده؟ بعد شروع کردم تحقیق کردم، دیدم او پلیس ضد شورش داریم، پلیس ضد گروگان داریم، یا پلیس یگان ویژه داریم. تخصص‌های مختلف. آره، تخصص‌های مختلف و آموزش‌های مختلف. شروع کردم تحقیق کردن و بعد پرونده‌های اینا رو خوندم و بعد به این قصه چیز رسیدم. البته بعد اون موقع نمی‌دونستم، اون موقع یه ماه دو ماه طول کشید تا من به یه سناریویی برسم. ولی موقعی که سینفیل بودیم، میرفتیم سینما، دو جور فیلمو در اون دوران خیلی خیلی دوست داشتم. یکی فیلم وسترن و بله. یکی فیلم پلیسی. یا مثلا سن تو نمیخوره، ولی مثلا یه هنرپیشه بود به اسم ادی کنستانتین. بله. یه هنرپیشه نمیشناسید؟ خدا شاهد. نه به سن تو نمیخوره. ادی کنستانتین یه هنرپیشه فرانسوی بود که بعد که خیلی من این هر وقت رو چیز بود، یک کاراگاه بود، هر وقت روی چیز بود می حتما می دیدم یه بار دوبار هم می دیدم. و وسترنو بعد احتمالا این علاقه، چون بین این ژانرهایی که کار کردم، ژانر ملودرام، خانوادگی، تاریخی، چیز رو تاریخی که اصلا طرفش نمیرم، تا
تاریخی رو بعد از ولایت عشق توبه کردم. به خاطر سختیش؟ اصلا هم سختیش هم درد سرایی که داره، آدمای زیادی روش نظر دارن و بود، ولی بعدش پیشنهادهای زیادی راجع به تاریخ میشد دیگه. بله. ولی هیچ کدومو قبول نکردم. درست. و این قول که حالا یه خورده ساختگی هم هست قول، ولی وفادار بودم. بله. تو میدونی تو ولایت عشق ما اولین بار معصوم رو صدا هم فیزیکشو نشون دادیم. بله. هم صداش. بله. قبلش همیشه میومد میگفت فرمودن، میگفتم فرمود، یعنی تو معصوم رو نمیدیدیم. من همون موقع که گفتن آقای حیدریان گفتم نمیشه راجع به شخصیتی فیلم ساخت که نمیبینیش، هیچ صداش هم نمیشتم. تو ایشون هم رفت و صحبت کرد و ماد گفت برو نشون بده. من گفتم خب حالا فکر موندیم که چجوری نشون بده. این موقع این نور انداختن و چیز کردن تازه یه استودیوی سبا هست که مال تلویزیونه، اونجا گفتن که یه دستگاهی داره که میتونه چطوره که رفتیم اونجا و تست زدیم و یه چیز سردستی تست زدیم ولی پنهان کردیم. بله. از همه هر کی میگفت گفتیم همون قدیمی هست، همون قدیمی. دو سه نفر بیشتر نمیدونستیم، من و خانم پرتو تهیه کننده و آقای حیدریان و رضاداد، ولی کسی دیگه ای نمیدونست. بعد شب اولی که پخش شد همون قسمت اول هم امام حضور داره، من تا صبح را میرفتم که فردا چی میشه، فردا از کجا صدا در میاد، کجا، چون اونم حیده مثل این اسمس هایی که برای تو میزنن و اشکال میگیرن نیست، حیطه خطرناکیه. بله. و در نتیجه ما دیگه خیلی هم و خواب و بیدار بود اون یه سریال پلیسی که خیلی آره. مردم دوست داشتن و پربیننده شد. بله. آره دیگه، بعد از ولایت عشق خواب و بیدار رو ساختن. بله. فکر میکنید علت محبوبیت سریال خواب و بیدار چی بود؟ چرا انقدر بین مردم خواهان؟ ما که میدونی خودمون متوجه نمیشیم مثلا محبوبیت شکست کنه، ما یه کاری رو میکنیم اونجوری که باید. بله. میکنیم. بعد من اولین بار که دیدم 5-6 قسمت پخش شده بود، نه بیشتر، شاید 9-10 قسمت اینا پخش شده بود، تو خیابون یه جوونی خیر منو گرفت و میگفت آخرش چی میشه، این زنه رو میکشم. چیه؟ میگفت این ناتاشا رو چیکارش چی میشه؟ گفتم چه برای چی؟ بعد متوجه شدم که سر به سرنوشت این علاقه من، بعد دیدم که آره همه دنبال میکنن، همه دنبال میکنن اینا. یعنی اون موقع تازه متوجه شدم، وگرنه قبلش کاری کرده بودیم و مثل همه کارا. بله. تو سوال چی بود؟ من این که دلیل این که اینقدر بین مردم پربیننده شد، برای اولین دفعه، اولین بار یک زن که نقشی رو بازی میکرد. بله. که کسی ندیده بودش. اینم توی یکی از پرونده های نیروی انتظامی بود، یعنی یه زنی اومده بود ایران خارج مواد مخدر ببره، تو هتل پولشو زده بودن، پولشو دزدیده بودن. بعد این چون در اونجا سابقه بانک زنی داشت، میامد بانک زنی میکرد، یه سری وردست انتخاب میکرد و بانک زنی میکرد، پولشو تهیه میکرد. اونجا بود که مواد مخدر پرونده بود که این با مواد مخدر فرار کرده، رفته به اینا دادن به پلیس بین الملل. بله. ولی دیگه اوناشم. ولی خب این که نمیتونست باشه، باید آخرش یه بلایی سرش میوردیم که ساختیم. یعنی بیشتر این که یه زن بود، باید یک شخصیتی، منم اجبار داشتم یه پلیس مدرن رو چجوری، اگر اون خلافکار چیز نباشه، آدم گنده‌ای نباشه و تبحری نداشته باشه، پلیس مدرن احتیاج داره. یا پاسبان میره گوشش رو میگیره میاره. ولی من از سر اجبار اون زن رو خیلی متخصص و چیز گرفته بودم. این شاید دلیلی بود. درسته. آقای فخیم‌زاده، خیلی ساله که، نزدیک 50 ساله که شما در حیطه سینما فعالین، در حیطه نمایش. اوضاع امروز سینما ایران رو
چجوری تحلیل میکنید؟ دوست دارید اتفاقاتی که افتاده، جوانهایی که اومدن، فیلمهایی که ساخته میشه؟ ببین میران جان، این سینما رو از سالی که من وارد شدم هر سال داشته تعطیل میشد، میگفتن سینما داره تعطیل میشه، تا این بهش بیان صنعت بحران. یعنی سینما در همه جای دنیا صنعت بحرانه و همیشه در تب و تاب و اینا. هر کی هم میاد تو این حرفه باید خودش رو برای این آماده کرده باشه که اگر مثل که چیز همیشه اگر دوست نداری مثلا یه همچین چیز کسی که میره کاراته یا بوکس میره به هر حال باید تنه پیه ضربه و خوردن و به تنش باید اگر دوست نداره باید به پینگ پونگ بازی کنه. در نتیجه همیشه با بحرانم فرق زیادی اینه. الان فقط میشه گفت کرونا تعطیل کرده، درست، ولی همیشه همینه. یه سال یه تعداد فیلم ها استقبال میشه، یه تعدادشون شکست میخورن و یه تعداد بیشترم حد متوسطه. این همه شرایطه. البته سینمای بعد از انقلابمون خیلی پیشرفت است. بله. و حالا اصلا پشت ماجرا چی؟ خیلی ها معتقدن که امروز خیلی تهیه کننده ها اومدن تو سینما که اصلا تخصصی در این زمینه ندارن، سرمایه گذارانی که تخصصی ندارن، و این یه ذره اوضاع سینمای ما رو آشفته کرده و داره اوضاع رو خطرناک میکنه. درسته این ماجرا؟ ببین این که میگن اومدن تو سینما معنیش اینه که قبلش تو خوب بودن اونا رو بیرون جردن ایام. نه، از قبل همیشه این مشکلات بوده. همیشه اصلا قبل از انقلاب اصلا فرق نگاتیو با پوزیتیو نمیدونستن. الان کسایی هستن که نگاتیو با پوزیتیو یا الان دیجیتال رو نمیدونن. ولی دو تا به مسئله سینما داره، یعنی برخلاف تصور یکی مسئله تهیه کننده، مشکل تهیه کننده. این کارلو پونتی که فیلم هم بود گذرگاه کاساندرا رو میخواستم، بعد باش مسابقه کردن که گفتن دستمزد تو چقدره؟ گفت تو 10 میلیون دلار اون موقع. بعد یارو گفت تو چی کار میکنی که 1 میلیون دلار میگیری؟ گفت من میگم این سناریو رو بسازین، سرمایه گذار نیست، تهیه کننده کار، این سناریو بسازین، این سناریو رو نسازین، این هنرپیشه بازی کنه، این مربیشه بازی نکنه، این فیلم بردار باشه، برابط همین بکنید نکنید 1 میلیون دلار میگیره. یعنی تهیه کننده ای همچین موجودیه. بله. که هم کارگردان نیست ولی از کارگردانی سر در میاره، فیلم نام نویس نیست ولی درام بله. میشناسه. بله. بازیگر نیست ولی بازی ها و فرقشون رو میدونه و بازار رو میشناسه. این ما الان هنوز خیلی کارامون در سینما تغییر کرده و بهتر شده، ولی در مقوله اون تهیه کننده تقریبا همون جوریم. اکثر آدما چیزان اطلاع زیادی ندارن. ندارن و همین معضل درست میکنه. میان یار با یه ارگانی میرن آشنان، پول میگیرن از یه جایی فران میارن فیلم میسازن و همون اون باعث میشه که اون یه مسئله است. مطلب دومم که هست همینی که همه میگن ضعف فیلمنامه. فیلمنامه بله، ضعف فیلمنامه. ما دراماتورژی رو خیلی جدی نگرفتیم. بچه‌هایی که اصلا میان کلاس فیلمنامه تو می‌بینی سرگذشت و قصه و داستان کوتاه رو همه براشون یکیه. بله. در حالی که فیلمنامه نویسی یک رشته خاص مشخص است، توانایی خاصی میخواد. این دو تا مشکل، یعنی تا تهیه کنندمون رو بهتر نکنیم، تهیه کننده های متخصص درست نمید و فیلمنامه چیز نشه، تخصصی نشه. بله درسته. بیشتر بازیگری رو دوست داشتید همیشه یا کارگردانی رو؟ میشه گفت کی؟ آره میشه گفت، ولی کی؟ اگر منظورت شروعه که بازیگری مدام تو زن و تصوری چیزی که رو پرده
میدیدم بازیگر بود. تو رو پرده که نگاه میکنی کارگردان نمیبینی، فیلمبردار نمیبینی، موزیسین نمیبینی، فقط بازیگر میبینی. ما هم که وقتی سینما میرفتیم فقط کرک داگلاس رو میشناختیم، آنتونی کوئین رو میشناختیم و میدیدیم. در نتیجه وقتی هم علاقمند شدیم به اون، علاقمند شدیم، نه من، خیلی مثلا خیلی مثلا من فیلم بردارایی میشناسم که تو سینما بودن که اینا فیلم بردار معروف بودن، ولی اولش دنبال اون هنرپیشگی اومده بودن. از طریق اون چی که علاقه من میشم به سینما اون بازیگری. ولی خب منم از این قاعده مستثنا نبودم. ولی تو فیلم دوم سومم بود که بازی میکردم، تشخیص دادم که اینجا نباید بشینم تا یکی انتخابم کنه رول بهم بده، خودم باید تلاش کنم. چجوری؟ خودم باید کارگردان بشم. حالا کارگردان شدن چی ابزاری داره؟ باید فیلم نامه بیاد بگیرم. در نتیجه همون موقع اومدم تهران، توی سر یه فیلم بودم، رفتم تازه اون موقع فیلم نامه ترجمه شده خیلی اندک بود. رفتم جلو دانشگاه، هرچی فیلم نامه ترجمه شده بود، یادمه که یکی از فیلم هایی که خریدم قاتل ام فریستانگ بود. قاتل ام خیلی سناریو بود. اومدم شروع کردم به خوندن و بعد همینطور در ظرف چند سال. و من شنیدم یه جایی فرموده بودین که دیگه دوست دارید در کارهایی که فقط خودتون خودتون میسازید بازی کنید. نه، این مال چند سال پیشه، مال اواخر دهه تا اواسط دهه 70. ببین من رسیدم به یه جایی که خیلی مثلا 7-8 تا فیلم ساخته بودم، سلیقه به خصوصی پیدا کرده بودم. بعد تو وقتی بازی میکنی نمیشه تو سلیقت رو اعمال کنی، باید گوش کنی به حرف کارگردانی. تو اگه بخواد هر اون هفیشه سلیقه خودش کنی، اصلا سنگ رو سنگ بر نمیشه. در نتیجه من دیدم که میرم سر کار، قبلش اینطور نبوده ولی الان عذاب میکشم. و بعد یه اشکال دیگه ای هم پیدا، من کارگردان شده بودم، همیشه بین کارگردان و تهیه کننده به دلیل همون که گفتیم خیلی سرش میشه یک نقاری وجود داره. همیشه این حضور من سر صحنه کارگردان رو معذب میکرد. آره، بله. اگر در به تهیه کننده اختلافش بیفته یک کارگردان اینجا هستش. اینا بلچی چیزی که زدم زیرش دیگه، گفتم دیگه بازی نمیکنم. که واقعا تا مختارنامه بله وفادار بودم به این کار، یعنی تا مختارنامه بازی نکردم. چه دیگه نمیشه، وسوسه بازیگری انقدر قوی و جذابه که من خودم تو کار خودم بازی میکردم، تو کارهای خودم میکردم اون وسوسه رو، ولی دیگران که پیشنهاد میکردن نه، گفتم نه من بازی نمیکنم. ولی سر مختارنامه تک شکست. و خیلی هم عالی. چند تا سوال بپرسم با بله یا خیر؟ سخت نیست. سخت نیست، نه نه به خدا. موقع سر این عکس نشون دادن سابقه خوبی نداری. نه نه نه، این اینجوری نیست. اینا بله یا خیری سخته. آدم جدی هستین؟ آن بله یا خیری سخته. بله بله، میشه بگفت بد. بد اخلاقین؟ همونطور که توضیح دادم با اون شرط بد. و تعداد عصبانیت هاتون زیاده؟ نه نه. بابا یارو یه روز سالی دو بار عصبانی میشه، هر کدوم 6 کنترل میکرده. این قشنگ بود. آره این جمله زیبایی بود. دوست دارید که آدم ها از شما بترسن؟ نه بلا، نه. از جایگاه فعلیتون در سینما و تلویزیون راضین؟ صادقانه بگم آره، چون بیشتر از این چیز نداشتم، استعداد نداشتم. اختیار دارید؟ این جایگاه رو اختیار دارید. به نظرتون
همه چیز رو در جهان میشه با پول خرید؟ یعنی هر چیزی قیمتی داره، درسته؟ این روزگار الان، آره به نظرم الان خیلی چیز داره، میبینی که همه چیز در گروه پول و بله. سرمایه و همه درست. امور الان، شاید مثلا 10 سال پیش میپرسیدین نه، ولی الان خیلی این چیز شده، خیلی مسئله اقتصادی، بله مسئله اصلی شده. درست. دوست داشتین در مورد سینمای ایران یک سمت اجرایی داشتین؟ نه. و خیلی قوانین رو شما تنظیم کردین؟ نه هیچ وقت آدم اجرایی اصلا این برنامه که مدیر شدن تو برنامه نبوده. همیشه میخواستم یه حرفه‌ای بشم که حالا بعد یا خوب شدم، ولی مدیر فرهنگی شدن اون یه کار دیگه است و کار من نیست. بله. و شهرت دلچسبه؟ نه والله. نه. صادقانه بهت بگم نه، چون منزوی تر میکنه، ما منزوی هستیم. منزوی تر میشه. منزوی بله. تر میکنه. و آدم روکی هستین؟ نه. نه. تا حالا عشق کسی رو درآوردی؟ اگرم کردم، اگرم شده، ناخودآگاه بوده. عمد نبوده. عمد نبوده. و این خیلی اذیتم میکنه که کسی رو به اون برسونم که به حالی که عشقش در بیاد، ولی من به قصد نکردم، یعنی قاتل عمد نیست، قاتل عمد نیست. و تا حالا شده بازیگری بترسه که مقابل شما بازی کنه یا برای شما بازی کنه؟ حالا میدونی، آره شده، چون بچه های گروه همیشه یه چیزایی رو وسیله میکنن برای سر به سر هم گذاشتن. توی همین ولایت عشق یه هنرپیشه اومد که تابقم داشت، خیلی تابقم داشت، ولی اومد جلوی دوربین، من دیدم کارم دوبلور بود، یعنی دوبلور بود باید. ولی نمیتونه حرف بزنه، ایده جمله چیه آقا؟ چی این جمله صادر؟ بم نمیشه. خلاصه داد و فریاد خود اینه که چرا اینجوری دوبلور اینه؟ بعد فهمیدم که این بچه ها به این گفتن، این گفته فلانی چجوریه باش کار کردن؟ گفته این عصبانیشی یه چیزی میپرد میکنه موضوع دستش رو، و اون همش به دست من نگاه میکرد. این بچه های تو فهمیدم که گفتم آقا چون سر به سرت گذاشتن این همچینه. و اگر بازیگر نمیشدین یا اساسا در عالم هنر با اون نویسنده کارگردانی بازیگر، اگر اساسا این کار رو نمی کردین چی کار می کردین؟ چیز جایگزینی هیچ وقت تو ذهنتون بوده؟ والا داشتیم با مهدی هاشمی از تهران می رفتیم چیز همدان سر علل بدل، من مهدی هاشمی هم دانشکده نبودیم، اون دانشگاه هنر زیبا بود، من دراماتیک می خوندم، ولی هم دوره بودیم. بعد تو ماشین همین سوال بین ما رد و بدل شد که ما اگه این کار نمی شدیم چیکار می شدیم؟ مهدی یه چیزی گفت، من فکر می کنم ما باید راننده آژانس می شدیم. منم گفتم منم به همین نتیجه رسیدم. یعنی چرا اون اینو گفت؟ چرا آقای هاشم؟ الان منم به همین نتیجه رسیدم، اونو کار چیکار دیگه از اون کار دیگه بالا از وقتی 18 سالگی تو این کار بودم و تنها همه چیز از یا فیلم برداری هستیم یا بازی میکنم یا سناریو می نویسم. بعد وقتی این کار تعطیلش نباشه چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ خیلی هم خوب. اگر میتونستید قانونی رو در ایران وضع کنید یا عوض کنید، اولیش چی بود؟ حالا چه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، هر چیزی، به نظر شما واجب ترین موضوع این روزا چیه که دستور میدادید اون رو انجام بدن برای اول؟ نمیدونم والا،
بگم اینقدر زیاده که آدم اصلا چی بگم. نه در رشته های مختلف توی کار ما تو من بکنم غیر از خود کارمون چیز زیادی نمیدونم، یعنی اصلا به لحاظ اجتماعی، به لحاظ روزگاری که داریم، مثلا اقتصادی بود؟ آره خب برای مردم، خودم راستش دغدغه اقتصادی ندارم، ولی برای مردم بله اونجوری که میشنویم شرایط سختی است. بله امیدواریم که حل شه. بله بسیار عالی. عرض کنم که سوال بعدی، خسته که شدین بگین. نه خیر، نه چیزی دم دستتون نیست؟ فیلمایی که مثلا یک یا دو فیلمی که خیلی تو زندگی تأثیر گذاشته روتون چیه؟ فیلمایی که روتون تأثیر گذاشته والا یه چیزای اون موقع ما که اصلا نمیدونم تو نسل ویدیویی یا قبلش یادته؟ من از این فیلم نشون میدادن زغالی بود یادمه. ویدیو که خیلی ببین اون موقع که فقط یه چیز بود، پرده سینما بله، هیچ کاری دیگه ویدیو نمی‌کرد، نه ویدیو بود، نه سی دی بود، نه دیویدی بود. بعد در نتیجه یه هنرپیشه‌های و کارگردان هم نمی‌شناختم، در نتیجه یه هنرپیشه‌های رو دنبال می‌کردم و یه فیلمایی رو، فیلمایی که خیلی دوست داشتم و هنوزم اگر بازی کنم گیرم بیاد دوباره می‌بینم، اسپارتاکوس بود. بله. که خیلی دوست داشتم، خود کرک دگلاس، بعد آنتونی کوین. بله. و باراباس، و فیلم باراباس بود و جادهش، جاده بله، فیلمای زوربا یونانی، همه فیلمای بعد اینا رو تعقیب می‌کرد. بله. این فیلم اول می‌ذاشتن مثلا تو سینما، مثلا موقع گفتن رادیو سیتی که الان یه داروخونه است، بعد از اینجا ور می‌داشتن می‌ذاشتن تو لاله‌زار، از لاله‌زار میره پایش، من دنبال می‌کردم. هر جا می‌ذاشتن فیلم این فیلم ها خیلی اون اثر و خیلی هنرپیشه ها. بله. روم اثر گذاشته، مثلا کرک داگلاس یکیش بود، آنتونی کوین یکی دیگه، اسپنسر تریسی خیلی دوست داشتم. بله. همفری بوگارد خیلی دوست داشتم. بسیار عالی. آره منم به نظر یکی از بزرگترین بازیگران تاریخ سینما آنتونی کوینه. واقعا. سوژه ها براتون به عنوان یک فیلم نام نویس از کجا میان؟ اونا میان سراغ شما یا شما میرین سراغ اونا؟ ببین اونا گاهی وقتا اونا میان سراغ من، گاهی وقتا من به این بیارم. اینطور نیست که مثلا فرض کن اگر قرار داد بسته باشم یک فیلم بسازم، بعد دنباله سوژه میگردم. مثلا سر خواستگاری این تهیه کننده‌اش هم فیلم بردارم، اما از اینانی با ما یه قرارداد بست، ما یه پولی ازش گرفتیم. حالا میگفت که چی میخوای بسازی؟ من نمیدونم. همینطور دنبال سوژه بعد این خونه ما یه کوچه‌ایه که به اسم اون آدم، یه مرد زنش پارکینسون داشت، 14 سال از این زنه، دو تا پسرم داشت. بعد چیز کرد، زنه یه روزی مرد و این پسرها با من رفیق بودن. بعد یه روز پسر اومد خونه که من حالا میگم در به در دنبال سوژه میگشتم، چیزی هم گیر نیورده بودم. اومد خونه که فادم داره یه حالت بغض داره اینا، میگم چیه؟ گفت بابا میخواد ازدواج کنه. گفتم قاله چیه؟ گفت نه چیه همشی میخندی؟ خب ما آبرو داریم تو فامیل، این مرد نبه داره فلان هم داشته باشه. گفت نه میخواد. این شد همون سوژه خواستگاری دیگه. آره بله. بعد گفت تو دیدی، تو میبینیش به تو احترام میذاره، تو میبینیش بهش بگو این کارو نکنه. گفتم باش من بهش میگم. دیدمش تو خیابون، گفتم آقای فلانی بیا شنیدم میخواد با آقای دوره ازدواج کنی. گفت آقای فخیم زاده من تا اون خانوم زنده بود خدمتش میکردم، حالا اون مرده، این دوتا بس بچه میان تو اتاقای خودشون. گفتم یادم بیدم کار بدی میکنم؟ گفتم نه
به نظر من خیلی کار خوبی میکنه. به من گفتن باهات صحبت کنم که بگم نکن، ولی من میگم بکن. اون اتفاقا این کارو کرد که وقتی بعد از مدتی یکی از پسرها زنش رو طلاق داد، بچه هاش رو آورد، این سر شوهر نگرم بذاشت. این بعد من خودم فکر کردم این سوژه خوبیه، این سوژه خوبیه که میشه. یا مثلا همسر یا یه چیز توی استودیو بودیم، داشتیم با گلفشان یه کاری رو مونتاژ می‌کردیم، مونتور بود تو کار کرده بود. بعد یه آقای آره زنگ زد به این با یه تلفن داد و فریاد کنم چی بود که داد کنم، گفت این مرده من به رفیقم یه زن گرفته بود، زنه سواد درست حسابی نداشت، این لیسانس بود، اون چسبید که برو درس بخون، برو درس بخون، من بعده که زنم به زنه درس خوندش، دیپلم گرفت، بعد دانشگاه امتحان داد، الان زنه داره دکتر میشه، این میگه نمیتونم تحمل کنم، زن تو این کار کرد. اینو تعریف کرد، من فکر کردم این خیلی خوبیه در اون دوره. حالا الان که همه خانوما رئیس شدن، ولی اون سال 73 و 74 این سوژه فکر کردم که یه زن مردی که زنش رئیسش شده نمیتونه تحمل کنه. درست. در نتیجه اونو سوژه ها اینجوری بله از میون اجتماع و زندگی روزمره پیدا میشن. عرض کنم که چند تا کلمه عرض میکنم، حستون رو با یه کلمه یه جمله بفرمایید. کتاب. حالا از شرش خلاصی نداریم، خدا رو شکر. چه خوب الان که وقتم یه خورده شده کتاب، حالا به تو هم یاد راحت فهم خودت میدونی، کتاب گویا. بله بله، این خیلی برای ما حداقل خوبه. از یه جایی میریم سفر یا کتاب گویا گوش میکنم قبلش هم. چقدر عالی. عباس کتابای متنوعی هم توش داره. بله چند بله. تا سایت همه چیز داره صوتی میشه و تبدیل میشه. عباس کیارستمی فیلمساز مورد احترامی است، آدم مورد احترامی. ببین اون چیزایی که نمیدونم این تو میدونی، من یک فیلم همون در دوران آسیستانی دستیار کیارستمی بودم تو فیلم تجربه. ولی جای سبکی که او کار میکرد سبک مورد علاقه من نیست. درست. ولی خب خیلی آدم خوبی بود، خیلی احترام بود تا آخرم، خیلی مورد احترام و هم محبت داشتم. ولی فیلم سازیش برخلاف اینکه حالا همه سینه چاک میکنن، فیلم سازی مورد علاقه من نیست. بله. ولی آدم خیلی آدم انسانی بود. روحش شاد. و بعدی ایران. یه چیزی ببخشید جان، همین کیارستمی یک کسی خیلی داشت سینه چاک میکرد، اینا از آدم این کاره نبودم. اما گفتم چند تا فیلم ازش دیدی؟ گفت نمیدونم اصلا ندیده بوده. آره بعد گفت اون مدرسه هم چی بوده، اون فیلمه که یه فیلم داشت اون که تلویزیون دیده بود. آها. تو اکران عباس کیارستمی من یادم نیست که فیلم های اکرانی، ولی الان از مردم عادی بپرسی کارگردان یه عباس کیارستمی اینقدر روش چیز شده، ولی فیلمی آنچنانی ازش ندیدم. درست. خانه دوست کجاست؟ خانه دوست رو تو تلویزیون دیده بود، تو تلویزیون بخش کرده، ولی درست. اکران نه. اون سبک نیست که فیلمساز مورد درست. علاقه من نیست، ولی آدم خیلی خوبیه. بله. و ایران؟ از ماهی بپرسی آب همه چیزه. بله ایران همه چیز ماست. درست. خیلی خوب، خسته شدین. خیلی ممنونم که امشب دعوت ما رو پذیرفتین. چیزی هست که بخواین، یعنی تو ذهنتون بود اینجا
بگین و توی حرفای ما نبود، توی سوالها نبود، موضوعی که به نظرتون مهم باشه و بخواید بیانش کنین؟ نه، فقط اون تصادفی که کردم، یه دکتری بود که خیلی از دکتر عطایی خیلی به ما محبت کرد که ما چیزی وسیله‌ای برای تشکر نداریم. الان فرصت خوبی است که از ایشون تشکر کنم، چون چندین ماه این منو چیزی می‌کرد و با بهترین وجه از ما مورد مداوا کرد. و احساس خوشبختی دارین؟ احساس بدبختی ندارم. خب این جمله از هملت به دوستانش میگه خوشبختیم از این که بیش از حد خوشبخت نیستیم. دنیا ما رو بر فرق سرش جا نداده اما زیر پاش هم نگذاشته. آره، این جمله شکسپیر. خیلی ممنونم امشب کنار ما بودین، به ما انرژی دادین. امیدوارم همیشه سلامت باشین، همیشه درخشان و آرزوهای خوب. خیلی متشکرم. بله، خیلی گفتگوی خوب و آقای فخیم‌زاده عزیزم. و در مورد سن و سال میگفتیم، سن و سال آقای فخیم‌زاده رو هم نپرسیدم. و خودشون گفتن 32 سالشونه. بله بله، ذائقه آدم ها معمولا به فراخور سن و سالشون تغییر میکنه. مثلا اینجوریه که دهه سوم زندگی به همدیگه کیس معرفی میکنیم، تو دهه چهارم کافی شاپ معرفی میکنیم، تو دهه پنجم هی دکتر به هم معرفی میکنیم. یعنی اگه یه جوون 22 ساله پاش خواب بره، همه دورشو میگیرن میخوان ماساژ بدن و اینا، ولی پیرمرد میگه پام خواب رفته، سری فاصله میگیریم بهش متخصص نخاع معرفی میکنیم. در دهه های گذشته آدم های سن و سال دار از ترس تیغ جراحی و داروهای شیمیایی کوچ کردن به سمت طب سنتی. خوبی طب سنتی اینه که درد نداره، یا میخوری یا میمالی، تکلیفش روشن. چند وقت پیش گلوم درد میکرد، رفتم سنتی که قرص نخورم. تا در رو باز کردم گفت شبا دیر میخوابی نه؟ گفتم جان. گفت که پس کلت متورمه، مغزت داره بزرگ میشه. من هنوز کامل نرفته بودم تو، یعنی حدودا نصفمو که دیده بود اینا رو گفت، نصفه بیرونم و اصلا میترستم نشون بدم. بعد نشستم رو صندلی، گفت نشستنت همیشه همین صدا رو میده؟ سابقه سرطان دارین تو فامیل؟ یعنی برای گلو درد رفتم تو؟ با سرطان و تالاسمی ماژور و هپاتیت نوع A اومدم بیرون. فکر کنم حتی خود ابو علی سینا هم اول معاینه می کرد بعد نظر می داد. نظریات شما رو بخونیم و مدیری با دل ما راه بیا، با این اوضاع معلوم نیست اصلا فردا باشیم که برنامه تو ببینیم. چرا وقتی تماشاچی ها جواب نمیدن باز جایزه میدی؟ معذرت. تنها جایی که ایرانی ها با هم همکاری میکنن وقتیه که موقع رانندگی دارن خلاف میکنن و جلوتر پلیس که میبینن به هم خبر میدن. رفتم خواستگاری، پدر دختر گفت که شما شغلتون چیه؟ گفتم شغلم اینه که تو این شرایط هنوز زنده‌ام. من مطمئنم بعد از این همه قرنطینه و سختی کشیدن آخرش کشف میشه که واکسن کرونا همون چای نبات خودمونه.
ماشین‌های خارجی رو باید سوارش بشیم تا هیجان داشته باشیم. ماشین‌های ایرانی از زمان ثبت نام هیجان شروع میشه تا اونجایی که ترمز ببره بریم ته دره. یه خانم یا آقا؟ خانم تشریف بیارین و آقا بفرمایید. خانم با چشمهای پر از ترس و وحشت فرمودن آسون بپرسید. یه چیز دیگه هم گفتم. گفتم بله یا خیر بپرسید. بله یا خیر. سعیمو میکنم. تا اونجایی که بشه سعیمو میکنم. آسون بپرسید. شغل شما چیه؟ من بازنشسته هستم. فرهنگی؟ بله. بسیار. شما؟ سربازم. سربازین. چقدر مونده؟ 10 روز آخر. 10 روز آخر. به 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 به. چه کیفی داره. ولی یه چیزی بگم، این 10 روز آخر 2 سال میگذره. درست میگم؟ واقعا یعنی اصلا نمیگذره این 10 روز. و بعد که 10 سال از ماجرا میگذره، 15 سال، 20 سال میگذره، میگی کاش برمیگشتم به اون 2 سال سربازی، بی غم، بی مسئولیت. واقعا آره، آدم هی اون برمیگرده به اون خاطرات و میگه کاش همون موقع بود. قلعه رودخان کجاست خانم؟ استان گیلان فکر میکنم. فومن. فومن استان گیلان میشه دیگه. بله درست درست. پایتخت بلژیک؟ نمیدونم. نمیدونم. بروکسل. لانه حشرات رو روی زمین میره خراب میکنه اینا؟ چیه؟ خراب میکنه. کی خراب میکنه؟ کی خراب میکنه؟ منظور سوالتی میدونم. معذرت میخوام. من معذرت. چشم. من اشتباه کردم. نویسنده قصه های مجید آقای بگید دیگه. نمیگم. آها، من اینجا مزاحمم اصلا. نه اگه گفتم مزاحمم من بیرون باشم، دوستان همه جمعن و دوره همین. داستان معروف کباب قاز اثر. فقط کلان 10 روز مونده. اصلا کاری به هیچی نه، فقط این 10 روز بگذره. ایشالله با امید خدا. بله. سربازی سوال کنیم جواب نه. جان؟ میام درباره خدمت سوال بپرسی جواب. آخه درباره سربازی من چی؟ صبح چه ساعتی بیدار میشه؟ 4. 4. خیلی خوب. اسم فرماندهتون رو بگید. نمیتونی بگی؟ نه نگو. نه نکن. دوستات هم هستن. ابو علی سینا شاگرد کدام فیلسوف بود؟ امیدوارم یه روزیش به حال و روز ما دوچار بشین آقای مدیری، که یکی مثل شما اینجوری وایسته. من چی کار کنم؟ ما اینجا آقای مدیری بمب استرسی. من استرس میدم. معذرت میخوام. چی کار کنم؟ کدام حیوان 4 تا زانو داره؟ شتر. شتر. با ببینید با تماشا. موسیقی فیلم امام علی اثر کدوم آهنگسازه؟ خب هیچی. رمان کیمیاگر. هیچی. و میخوای جات یه شعر بخونم؟ این آخری رو یه چیزی بگو. یه شعر توانو و درک دانو. اینو خیلی دوستان گفتن و همین سردار آموزش پرورش رو میگن. یعنی بفرمی. هر لحظه شدم تسلیم در کارگاه تقدیر، آرامتر از آهو، بیباکتر از شیر. هر لحظه که کوشیدم در کار کنم تدبیر، رنج از پی رنج آید، زنجیر پی زنجیر. پی زنجیر. حضرت بسیار. مولانا. بسیار عالی. بسیار عالی. چیش بهتر بود که یعنی من الان چه سوالی بکنم؟ 10 روزش مونده. چشم چشم چشم. خیلی ممنون. متشکرم. Thank you.
و حرف آخرمون، اکثرا دنبال راهی هستیم که عمر طولانی داشته باشیم. تا میشنویم یکی 80 سال رو رد کرده، پیگیر میشیم ببینیم راز طول عمرش چیه. بعضیا میگن طول عمر ارتباط مستقیم با شغل داره. من اخیرا خودم یه روز رو با یکی از همین دوستان طول عمر دار گذروندم. صبح ساعت 5 از خواب پریدم، دیدم نیست. گفتم آها، با این سنش کوه رفتن رو ترک نکرده. داشتم از خودم خجالت میکشیدم که یهو از دستشویی اومد بیرون، رفت زیر پتو. تا ساعت 2 بعد ظهر همون زیر بود. رفتم بالا سرش گفتم آقا ساعت 2 ها، نمیخوای پاشی؟ پاشد، یه نگاه ناراحت به من کرد و همونو مستقیم رفت تو آشپزخونه، یه شونه تخم مرغ گذاشت بغل گاز، شروع کرد به شکوندن. نیمرو رو که خورد همونو دمر افتاد. گفتم دوست عزیز شما سر کار نمیرین؟ لباست کجاست من بیارم؟ گفت من همین الان سر کارم. گوشیش زنگ خورد. برداشت گفت هان؟ نه اون نه، اون آره. نه اونو نده بهش، نه نه از طرف آها، بده بهش. قطع کرد. یه نگاهی به بالا کرد گفت الهی شکرت، نیم میلیارد جابجا شد، اینم از امروز. همونو قل خورد رفت زیر تخت، با دوتا لوله اومد بیرون. یکیشو داد به من، حدودای 6 غروب اورژانس اومد منو برد. همونطور که از پشت آمبولانس دور می شدم کله کشیدم، دیدم رو تراس چنجه سیخ می کرد. این آخرین تصویری بود که من ازش یادمه. آره، خیلی ممنون امشب اینقدر گرم و دوست داشتنی کنار ما بودین. امیدوارم همیشه حالتون خوب باشه و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. شب بخیر، خدا حافظ.